صحنه‌ای که پشت سر من می‌بینید غسالخونه مخصوص اونایی که کرونا گرفتن. من اومدم برای دایی که خیلی پیش ما عزیزه، خیلی عزیزه، هم برای خودمون، هم برای خانواده‌اش، هم برای بچه‌هاش. ولی مردم عزیز، این همه عزیزه برامون نمیتونیم ببینیمش، نمیتونیم بریم جسد رو ببینیم، صورتش رو ببینیم. مثل قدیما جنازه رو که میارن غسالخونه میبرن دفنش کنه، همه میریزن سرش، بچهش میبوسه، بالاخره عزیزانش میان اونجا میرسنش، نگاش میکنن. الان نه برادرش میتونه ببینتش، نه پسرش، نه دخترش. چرا؟ به خاطر اینکه کرونا گرفته. این دایی من قند داره، فشار داره، عمل قلب باز انجام داده. متاسفانه به خاطر یه بی‌احتیاطی کرونا گرفته و همین سبب شد که فوت بکنه. از مردم عزیز خواهش میکنم خیلی مواظب باشید، خیلی مواظب باشید، خطر خیلی جدیه. صحنه‌ای که مشاهده میکنید پشت سر من، اون بیمارانی بودن که تجمعات شرکت میکردن که الان با درگیری ریه مواجه شدن، کووید 19 و همون ویروس منحوس کرونا. از هموطنان و هم‌استانیام خواهش میکنم که هیچ تجمعی قبول نکنن، هیچ اجتماعی شرکت نکنن. و شما دارید میبینید الان این صحنه‌ای که پسر من هست، پدر خود من، هلوهاش 15 روزه درگیر این بیماری بوده که من هیچ رجوع و ملاقات نتونستم پیدا بکنم و برم بیمارستان واسه دیدن. چرا؟ رعایت کردم حال روز اون خانواده‌ای که منتظر من که من خبری واسهشون بیارم از همون بیماری و صحت کاملشون. به خاطر همین رجوع نکردم تا دیگه خدا این امانت ازمون گرفت. خواهش میکنم توی تجمعات شرکت نکنن، هیچ حضوری رو شرکت نکنن و قبول نکنن، چه عزا، چه عروسی و چه تجمعات چند نفری خانواده، چون این یه چیز ناقلیه و به قول که از دوستان میگه تو هوا پیچیده. ممنون دارتون میشم که درک مسئله بکنید. چرا گناه این ویروس و انتقال ویروس گردن ما میفته اگر ناقل باشیم و نخواهیم پیگیر این موضوع باشیم. ممنون دارتون میشم و سلام. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد وبارك على محمد وآل محمد وارحم محمدًا وآل محمد كأفضل ما صليت. يا ابن نبهان ما نشيلك. يا ابن نبهان انت الشيخ، ابن نبهان ما نشيلك. انت ابن نبهان، انت ابن نبهان شلون نشيلك؟ انت ابن نبهان، انت الشيخ، شلون نشيلك؟ شلون نشيلك؟ انت مو ابن نبهان. يبا انت ابن نبهان، يبا يا ابن نبهان، ابن نبهان، يبا انت ابن نبهان، يبا انت ابن نبهان شلون